خوش اومدید به یه ویدیو دیگه بازی کار فور سیل. آقا من اولش بگم که بد جوری سرمو خوردم، حال مالم اصلا خوب نیست، ولی در هر صورت نمیشه که برای شما ویدیو درست نکنم. امروز کلی بالا پایین کردم، یعنی قبل از این ویدیو انقدر تلاش کردم، انقدر رفتم خوابیدم، بیدار شدم، هزار تا دیوونه بازی درآوردم تا بالاخره رسیدیم به روز مزایده. حالا مزایده که ساعت 2 بعد از ظهر، الان 8 صبح و ما مشتری داریم. ماشین 700 هزار دلاری منو چند میخری خانوم؟ 643 تا. یه جا بحث کوچولویی داریم، من میگم 680 هزار تا میخری فکر کنم. ببین حالم اونقدر خوب نیست، میخواستم بیشتر بهش توضیح بدم. حال حوصله کلکل ندارم، حوصله چونه زدن ندارم، گوش چپم اصلا یه جورایی کیپه، الان نمیشنوم درست حسابی، ولی ماشینا رو رد میکنم، بره مزایده رو شرکت میکنم. باید تو این ویدیو یه ماشین جدید دیگه بکشیم بیرون. آقا این که داره 120 رو میگه 84 تو گم شو بیرون. شما چی؟ بگو ببینم، پیشنهادو بده سری. 86 تا دوباره چرا گیر کردین رو 86؟ یکی دیگه هست، یه آقای متشخص موکاشت. 120 گذاشتم 110. بیا همین مال تو، اصلا چونه باهات نمیزنم. پولمون شد 2,769,000 تا. بی ام و جدیدو خریدیم، یه دونه تسلا خفن خریدیم برای درگ و این داستانا که فعلا کاری زیاد باهاشو انجام ندادیم. این ماشین هم که بذار آبی به این ماشینه بکشم، یه ذره اینو ترتمیزش کنیم، خیلی کثیف و بیریخ شد. آقا یکی از بچه‌ها تو کامنت نوشته بود اون ماشینی که تو پارت قبلی دیدی گفتین 2 دلار هم نمیارزه و خیلی آشغاله و فلان و اینا، اون ماشین خفنیه، چرا همچین حرفی زدی؟ بعد اصلا اون ماشین خراب نبود، میگفت خیلی کثیف. حالا ایشالله که دوباره اون ماشین رو میبینیم، چک میکنیم که واقعا کثیف بوده یا خراب. بذار تو این تایمی که داریم یه نگاهی بیایم همینجوری بندازیم تو نیبرهود، ببینیم چیز خفنی هست یا نه. آقا اینم ممکنه تو درگ مرگ به کار بیاد. چند ها 30% دمیج، برای چی زدی ماشینو؟ ماشین 34 کیه، به درد من نمیخوره. ماشین 34,000 دلاری برای ما به کار نیست، به دردمون نمیخوره. ماشین های گرون قیمت، ماشین هایی که یا تو درگ بتونه به کارمون بیاد یا اینکه بتونیم سود کنیم و بفروشیم. اما یه نکته دیگه هم هست، اونم اینه که خیلی از شما توی کامنت ها نوشته بودید آقا ماشین ارزون قیمت که میبری درگ، قیمت درگ میره بالاتر، با ماشین گرون مرون که میره اینجوری میشه. یه ذره فکر کردم پیش خودم، دیدم حرفتون منطقیه، پس بذار یه ماشین ارزون قیمت بخریم. بچه‌ها اگه از این بازی همچنان خوشتون میاد، حتما مطمئن بشید که ویدیو رو لایک کردید، چنل رو سابسکرایب کردید، زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کرده باشید و روی آل گذاشته باشید. آقا اول ویدیو دیگه من اینترو نمیگیرم، اصلا یه راست میریم سراغ اصل بازی. خب بذار تا تایم مزایده داره میرسه، تقریبا 3 دقیقه دیگه مزایده شروع میشه، ما بریم اینو ردیفش کنیم. این پورشه مال کی؟ مال منه. آره داداش، آره مال خودم، مثلا کی من اینو بردم گوشتم اینجا، کاراشم کردن، ردیف هم هست. آه اینو تو پارت قبلی خریدیم مثلا برای کورس و درگ و اینا، ولی به اونجا نمیرسه جون مادرت. ای بابا من ریدم تو اون رانندگیتون، کوری مرتی که میبینی یه ماشین داره دنده عقب میاد دیگه. ای بابا اب نره، همینجوری میفروشیمش بره دیگه. کاش یه ابزاری هم دست خودم بود میتونستم ماشینا رو ریپیر کنم. ای نمیخواست بریم پول بدیم به این. آقا اینو آگهیش میکنیم حالا همینجوری ترکیده، چون دیگه حوصله ندارم برم اونجا دیگه، گفتم حالم خیلی خوب نیست، اعصابم خورد. میگه که ماشینو بذار 273,000 دلار، 254,000 دلار، ما میذاریم 280,000 دلار. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته، یه مقدار تصادفی شدنش فقط کارو خراب کرد. بعدش هم میخوام این دوجه تعمیر بشه، یه بچه تستی باش بگیرم ببینم چجوریه. شاید هم با همین اصلا رفتم مزایده ها. نه ماشین نمیبرم اونجا، همینجوری خالی بریم بهتره. اوه صدا رو، چه ناله ای میکنه ماشین، تازه تیون نشده است، ولی یه تست همین تیون نشدهش بگیریم. سریعا باید برم کار دارم. اوه عجب صدایی داره، ولی راه نمیره، چیزی از توش در نمیاد. حالا تا اینجا اومدیم یه نگاه میندازم ببینم چه خبره، ولی شرکت نمیکنم به خاطر اینکه روز عوض میشه. بذار فقط یه آمار قیمت در میارم ببینم الان با ماشین ارزون تر اومدیم مثلا تأثیری داشت، اتفاقی میفته. این اصلا قیمت نمیده که،
این اصلا هیچی نمیگه. چی شد؟ نمیدونم منظورش چیه. میگه که بت تو قابل قبول نیست، تو خارج شدی از ریسی، همچین چرت و پرتایی، ولی ما بهش اصلا اهمیت نمیدیم. همینو گردش میکنیم میریم سمت مزایده که برسیم. از اول میخوام چک کنم همه ماشینا رو ببینم، نکنه یه وقت ماشین خفن رو برده باشن و من ندیده باشم قبل از من بردارن برن. یو اول پس چی شد؟ آقا تو رو قرآن اینو ریستش کن. آها ریسپان خوشگل پشت همینجا، دقیقا جایی که میخواستم بیام. خب مثل اینکه مراسم هنوز شروع نشده، یک ثانیه دیگه مونده اولین ماشین زد بیرون. جون مادرت فای سایده رو ببینم. داداش بیا اینو بگی من برم سریع تو ببینم چه خبره اینجا. اولین ماشین که مفت نمیارزه، ماشین خیلی جالبی نیست، خوشم نمیاد اصلا، استفاده نمیکنم، نمیشه خوب روش سود کرد، نه به درد درگ و این داستانا میخوره دیگه. ماشین ماشین خانوادگیه، باید بچه‌ها تو فقط باهاش صبح ببری مدرسه پیاده کنی، بعد از ظهرم بری دنبالشون بیاری. چقدر حرف چرت و پرت میزنی وایسا، ببینیم چی میشه دیگه. اوکی آقا وردارید برید اینو، به خدا که این ماشین 30000 دلار نمیارزه، داره سرتون کلا میره. به همتون گفته باشم هر کی این ماشینو بخره بدبخت میشه. ماشینای تو مزایده اصلا همش کلاهبرداریه، فقط دزدی و سرقت اینجا اتفاق میفته. ماشینای درب و داغونشون رو میارن میذارن بالاتر از قیمت بازار میفروشن. با بس دیگه لعنتی ها، یکی وردار بره این ماشینو، تو رو خدا کافیه دیگه، بس کنید. چه چک و چونه ای میزنن سر یه دونه ماشین با هم. حالا منتظر میمونیم تموم شه دیگه. شیطونه میگه یه 2000 دلاری این ته بزنم به هم بریزم. ماشین بعدی باز هم یک مدل ماشین آشغال، ماشینی که به درد هیچ کس نمیخوره، از 18884 تا شروع میشه، این میره رو 40000 تا فکر کنم. اسکلتر از این صحبت ها، به خدا کاش میذاشتم من خودم ماشین میووردم تو مزایده میفروختم، ببین چی جوری کلا میذاشتم سر مردم. این انگار اونقدر طرفدار نداشت، قبلی انگار ماشین خوبی بوده و انقدر سرش بحث میکردن. اینم یه BMW فوق العاده قدیمی که 9000 دلار داره شروع میشه، چیزی از توش در نمیاد، ماشین جالبه به درد بخوری نیست. پس این جدیده کو لعنتی، چرا اونو ما نمیبینی؟ 4 تا مدل ماشین جدید اومده که ما فقط یکیشو تا حالا پیدا کردیم، اصلا هیچ جا دیگه ندیدی. البته اصلا اشکالی نداره، اگه این سری تو این مزایده هم پیداش نکردیم، من باز میرم میخوابم برمیگردم. او آقا BMW جدیده دوباره زد بیرون، این که مال خوده داداش، این مال خودم، سفیدم از چه خوشیه. 38632 تا شروع شد، اینو برمیدارم، می جنگیم سر این ماشین با هم دیگه. من آماده مبارزم با 2,700,000 دلار هم اومدم دیگه. واقعا هر کی داره بت میکنه روی این ماشین پول داره اضافه میکنه باخته. با یه 773 تا بیشتر فکر کنم بردم، کسی دیگه رو دست ما بلند نمیشه. آقا دم شما گرم، ماشین خفنیه، البته ماشین اونقدر خفنی که نیست، من اینو بیشتر به هوای کلکسیونی بودن و این داستانا دارم برمیدارم، و از اونجایی که ماشین جدیدی هم هست یه ذره خب جالبه دیگه. آقا اینو میفرستیم بره دم در مغازه، با BMW جدیدم میخوام برم، فقط نمیدونم چرا رینگولاستی که تیبا میندازن روی این. با این خیلی بده، اصلا رخ ماشین رو کامل گرفتن. ببریم بذاریمش تعمیرگاه کاراشو بکنن، چون کوبوندن بد جور چند جای ماشین رو. اوه اوه چه صدایی میده، ولی موتور موتور خفنیه. خب اوسا اینو ردیفش کن، من یه سر برم بخوابم، فردا برمیگردم اینجا. آه راستی قبلش یه لحظه وایسید، مشتری اومده برای پورش، اینم اگه بشه آبش کنیم همینجا. چیه پیشنهادت؟ سری بگو ببینم. خوبه، چیزی که داری میگی بد نیست، فقط یه ذره من میارمش بالاتر، میکنم 260000 تا. اوکی دیگه 20K به تخفیف دادم، چون بچه خوبی به نظر میاد. خب الان بریم بخوابیم برگرد. خب بچه‌ها من دو دفعه رفتم خوابیدم اومدم، چون روز بعدیش هیچ خبری نبود، و یه دفعه دیگه خوابیدم بیدار شدم که اتفاقای خاص بیفته بازم. مثلا امروز کار مارکت فقط بازه، دیگه مزایده و اینا نیست، میتونیم بریم اونجا هم چرخ بزنیم ببینیم چه اتفاقایی افتاده. آقا اینم من میگم ببریم بذاریم تو کلکسیون دیگه ها، یه بچه تیون روش نزنیم، یعنی رنگشو دست نمیزنم، ولی اصلا خیلی خز و داغونه اینجوری.
بذاری ذره ردیفترش کنیم بابا. ببین ریسینگو که میندازیم، تی سی پی، توربو و نیترو، اینا همه روی ماشین هست. اولین آیتمی که تو این ماشین خیلی رو مغز منه و واقعا بیریخته، رینگولاسی که فوق العاده خزشه. آقا همین خوبه 5000 دلاریه، ارتفاعم بیار پایین، چه خبره اینقدر کشیدی بالا؟ آخه جلوی ماشینو عقب ماشینو تا تم میارم پایین. وای بک زدم، فقط حواسم نبود. بذار یه بار دیگه اوکیش میکنم، این عقب، این جلو، این 120 دلار. یه آب اگه بکشیم ماشینو من فکر کنم سفید خوشیلی بزنه بیرون این زیر. آره عجیبه که خیلی وقت دیگه پوینت نداریم اسکیل باز کنیم. مثلا این همه کار من دارم انجام میدم، 44-5 تا پارت ویدیو از این بازی ما گذاشتیم، هنوز اسکیلامون کامل باز نیست. به به، عجب چیزی شد، رخ ماشینو ببین خدایی. اینم میره جزء ماشینای کلکسیونی. اینجا رو هم بعداً توی ویدیو سر فرصت میایم با هم دیگه مرتبش میکنیم قشنگ. تمام این ماشینا رو باید بچینم یه جوری که یه رخ درست حسابی بگیره، که یه ویدیو اختصاصی برای این کار میگیرم دیگه. شما هم اگه نظری دارید، پیشنهادی دارید که چیکار کنیم، چه جوری اینا رو بچینیم که باحال بشه، حتما اول ویدیو رو لایک کنید، بعد توی کامنت ها برام بنویسید تا بریم کار مارکه. خب آقا امروز چه خبره اینجا؟ امیدوارم که ماشینای خفن رو امروز آورده باشید. خب دو تا لامبو رو که داریم، این خودش خیلی خفنه، سود خوب هست، پول خوبو میتونیم در بیاریم. 450 گذاشتی، من میگم 380,000 تا فکر میکنم بفروشی. پیرزن زیاد حواسش به این داستانه نیست. اوکیه، اصلا درد نکنه، اینو میفرستیم بره ریپیر یک. اون یکی لامبور هم من چنگال این خانوم در بیارم. نمیدونم چه خبره، چجوری شده که همه لامبورگینی ها دست خانوم هاست، چه اتفاقی افتاده؟ 580 ما میگیم 510,000 تا، یه ذره تخفیف کمتر از این میگیرم چون ماشینش تمیزتره، خدایی میارزه این، خوب میشه روش سود کرد. اینم از لامبو دوم، ریپیر اون فعلا پره، کاری نداریم. ببینیم دیگه چه خبره، این چیه؟ اینم قدیمیه، اینم همین سری 3 است دوباره. آقا یه ماشین دیگه دوباره به کلکسیون کاری ما اضافه شد، اینم به خاطر اینکه برای خودمه، این دیگه تخفیف نمیخواد اصلا، خوبه دیگه. این 50K عجیبه که اینقدر ارزون ماشین. اینو میفرستیم بره اینجا، ولی لامبو رو میفرستیم بره ریپیر دو. یه دونه اسکیل پوینت هم برام باز شده، همینجا ببینیم کاری میشه انجام داد. 3 تا اسکیل پوینت دارم الان، یکیش هست که ریپیر اسپیدو میبره بالا، یکیش قیمت بنزین رو میاره پایین که کاری باش نداریم، قیمت رنگ کم میشه کاری نداریم، تیونینگ پرایس میاد پایین و واچ اسپید. من تیونینگ پرایس رو اضافه میکنم، به نظرم بیشترین چیزی که به دردمون میخوره اینه. اینا هم برای آدمای تو کار باشه که ما کلا اونجا اصلا رفت و آمد نمیکنیم، برگردیم بریم دم آفیس. خب آقا بازم اسکیل پوینت دارم البته برای اینکه چیزای مختلفو باز کنم و ریپیر اسپیدم میبریم بالا. خب شد؟ نه نمیشه مثلا اینکه دیگه. این دوتا مدل ماشینی که اووردیم اینا که مال خودمن، اینو میذارم برای فروش البته. بریم کارای اون دوتا لامبوه رو انجام بدیم که بذاریمشون برای فروش. سود تو لامبوه، اصلا کلن تو این بازی فقط سود تو لامبو بود. این که اوکی بود، اینو میبریم همین الان کارای آگهیشو انجام میدم واسه تو. 1,998,000 تا شد پول، فکر کنم تو همین پارت به 3,000,000 میرسیم. البته که من وضعیت مالیم خودتون در جریان هستید، تو این بازی خیلی بهتر از این صحبت هاست. فقط تنها چیزی که هست اینه که همش سرمایه گذاریه، اون همه ماشینی که اونجا پارکه پول من راحت به 15-20 میلیون فکر کنم میرسه. آقا پیشنهاد خود بازی حدود 700,000 تاست دیگه، ما هم همونو میذاریم. این باشه اینجا تا برم اون یکی ماشینه رو بیارم. این قرار بود بره برای فروش، نه دیگه اینم نگر میدارم، بذار این یکی هم ببرم بذارم تو بخش تیون و اینا. این که فروشی نیست، ریپیر لازم، بذار ریپیرش کنیم. یه ذره خوردگی مردگی مثلا که داره. ماشینا لقن، یه ذره این بی ام و لق میزنن نمیدونم چرا. 220 دلارم این و کارهای آگهی لامبو دوم. چه لامبو بازی شد امروز. هر چی لامبورگینی تو شهر بود و خریدم. وای فکر کن پر کنی نمایشگاه رو از لامبورگینی. هر چی لامبورگینی هست تو بازی رو بخرید، واقعا خفه میشه. آقا اینم آگهیش کنیم، میایم تو همین بخش وب پیج اگه باز بشه لعنتی، کار فور سیل لامبورگینی، اینو گفته همون قیمت دوباره، اینم میذاریم همون 700,000 تا. خیلی عجیبه، فقط من یکیشونو ارزونتر خریدم از اون یکی. بذار ببینم مشتری میاد یا نه. بله گوله، همون لحظه مشتری اومد. کدومو میخواید داش؟ کجا میری؟ داره میره تو، یارو بشینه قراردادو ببنده. چی بگی میگم باشه، هر عددی بگی قبول میکنه.
620,000 تا. البته دلیل نمیشه که با چونه نزنم، میگم 650,000 تا، همون قیمتیه تقریبا که خود بازی میگفت بفروش. 2,648,000 دیگه مشتری داریم آیا برای این ماشینا؟ آقا بذار یه کاری کنیم، مشتری که اسپان شد، من این بی ام و رو بیارم تو یه رخ خوشگل بگیرم باهاشون حداقل. حالا که 3 تا بی ام و داریم دیگه میشه کارایی باهاشون کرد. برو کنار، برو کنار ببینم. اینو میذارم اینجا فعلا. تو هم داداش هرچی بگی میگم نه، هرچی بگی باهات موافقت نمیکنم. 700 گذاشتم. 632 میگی؟ میگم 660,000. گفتم نه دیگه، ولی میخره فکر کنم، بچه خوبی به نظر میاد. 3,300,000 تا هم توتال مانی این پارتمون. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که از این بازی بیشتر واسهتون ویدیو درست کنم و هر روز ویدیو آپلود کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. کانال دوم منم حتما سابسکرایب کنید، اونجا هم دوباره داریم فعالیت میکنیم، لینکش توی دیسکریپشن زیر همین ویدیو هست. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.